سلام، من بینیام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره در مورد این حرف بزنیم که چطور میتونین با ماوس نقاشی بکشین. اول از همه که شما مثل این یک شل مغز هستین و چیزی نمیدونین در مورد طراحی و همش بهونه میارین که نه مشی با قلم طراحی بس خودتونم ببخشید. قراره که امروز مغز شما رو بگیریم و بازسازی بکنیم که از شل مغز بودن در بیاین. خنده الکی شد. خواهم ویدیو رو ساده نگه میدارم، چند تا نکته میگم که برایتون مفیده و قبل اینکه اینترو بپره بین سخنانم، ویدیو رو لایک کنید. ما به دو روش میتونیم با موس طراحی کنیم. یکیش اینه که اول میگم اونه که مستقیم داخل برنامه همشو با موس بکشیم. دومیش هم اینه که میتونین اول روی کاغذ بکشین، عکس ازش بگیرین، بفرستین داخل برنامه و از روش بکشین دیگه، مستقیم لاین آرت میکشین که برای اونه که نمیتونن اسکچ با موس بزنن خیلی بهتره. اوکی، الان با تنظیماتی که من استفاده میکنم، برای اونایی که نمیدونن، من قبلا 2 سال با موس طراحی کردم. یک سری از نمونهاش میتونین اینجا ببینین. آره ایناست. آره، بعد یک تر جدیدم زدیم با موس که آخر ویدیو میتونین اونم ببینین یا همزمان که اون همزمان توضیح میدم چیکار کردم. کل تر با برش های ساده که با خود فتوشاپ میاد میسازم که همه داشته باشن با نه نبرن. اول شما یک برشی که دارین انتخاب میکنین، همون هارد برشو که برش نرمالیه. قبلش بگم که شما بهتره که از فتوشاپ نسخه 2018 به بالا استفاده بکنین، که یعنی که در کل خیلی بهتره. یک سری قابلیت مثل اسموتینگ و میرور بهش اضافه شده و اگه سیستمتون نمیکشه میتونین از 2014 استفاده بکنین که این دوتا قابلیت نداره، اگر درست بگم. خب وارد برنامه میشیم. اول اینو توضیح بدم، اسموسینگ، این اسموسینگ حالا به اسکیل من در انگلیسی دقت نکنین. اول که اینو میزان نرمی و یا سفت بودن قلمو این مشخص میکنه، چقدر میتونین نرم خط بکشین و چقدر میتونین سفت. یعنی که مثلا الان من اینجا نگه میدارم، براشم خیلی نرمتره و اگه بیارم روی صفر خیلی تیزتر و خشکتر به نظر میاد. آره اینو میتونین هر موقع لاین آرت کشیدن زیاد استفاده میشه. اسکچ هم میتونین استفاده کنین، روی 30-50 اینا میذارین، هر عددی که خودتون راحت ترین باهاش برای اسکچ زدن. و اینجا فلو رو داریم که اینو میارین روی 1 یا 2 یا هر چیز، یا حالا 3. اسموتینگ رو میتونین بیارین پایین تر که راحت تر بشه. کاری که این میکنه اینه که اگر این 100 باشه، کل ضخامت یعنی کل قدرت تر بالاست، بعد یعنی یه رنگ سیاه کامل رو میکشه. ولی اگر بیارینش پایین، لایه لایه میکشی، همچین حالتی که مثلا اگه بخواین یه چیز پر رنگ بکشین باید چند بار از روش برین تا همچین افکت بیارین. تو قلم میزان فشاره و اینجا چند بار از روش رفتن که همچین حالتی پیدا کردن خیلی خوب میشه استفاده کرد. آره شما میتونین اینو ببرین بال اسموسینگ ببرین بالاتر، فلوری ببرین پایینتر تا راحت بتونین یه اسکچ بزنین. 90% موضوع به این بستگی داره که چقدر در مورد طراحی و خود آناتومی و محیط و شکل و همچین چیزایی رو میدونین، یعنی داستانشو میدونین چطوری کشیده میشه. برای اون در کل قبل اینکه بخواین بیاین و با موس طراحی کنین، بهتره که روی کاغذ تجربه داشته باشین و بدونین دارین چه غلطی میکنین. آره آره، این برای اسکچ زدن بود. و حالا برای لاین آرت که بخش دومشه، شما باید فلو رو بیارین بالاتر، دیگه استفاده ای نداره برای لاین آرت. 2 روش برای لاین آرت زدن هست. اینو خیلی سریع کشیدم، حالا چند ثانیه ایراد نگیرین. 2 روش برای لاین آرت زدن هست. یکیش که مستقیم بیاین اسموتینگ رو ببرین بالاتر و با دست بیاین و لاین آرتتون رو بکشین همینجوری که میبینین، که خیلی تمیز قرار نیست در بیاد، ولی اگر یه مدت تمرین کنین میتونین با همینم چیزای خیلی خوبی بکشین. در کل طراحی با موس بستگی داره چقدر وقت میذارین روی طرحتون که خوب بشه یا نشه، چون زمان میبره. و روش دوم برای اونایی که میخوان بکشن، لاین آرتشون بکشن و میخوان تمیزتر در بیاد، میتونن بن ابزار پنتولو بردارن و اینجا کلیک کنن و یک سلکشن انتخاب کنن به مسیری که قرار موها باشه. حالا من اینو آف میکنه، آف مکنم، مسیری که قرار لاین آرتتون باشه رو انتخاب میکنین. حالا اینجا چیکار میکنم؟ کلیک میزنم، نگه میدارم، میکشم تا خمیده بشه، برای اینکه این گوشه تیز بشه. آلت نگه میدارم تا نشونگر موس گوشش تغییر بکنه، اون شکلی بشه. بعد کلیک میکنم تا اینو ببره و بعد دوباره کلیک رو نگه میدارم، میکشم و همینجوری ادامه میدم. بعد از اینکه لاینتون کشیدین، میتونین بیاین از این همین بالا و این اگر آفه، بیاین و روی رنگی که میخواین کلیک کنین تا روشن بشه و بعد این گزینه رو میزنین و میتونین ضخامت خطتون رو تعیین کنین که چقدر باشه و همینجوری میتونین لاین آرتتون درست بکنین. بعد میاین روی این شکل شیپ این لایک ایجاد شده راست کلیک میکنین و رسترایز لایر رو میزنین، یعنی لایه خالی میکنه. و بعد همچین جاهایی که همچین حالتی میگیره رو میتونین براش پاکون بردارین، یعنی
پاکنتون رو برمیدارین از اینجا و بعدش همینجوری یه کمی گوشه ها رو پاک میکنین توی گوشه های تیز ایجاد بشه برای همچین جاهایی که جالبتر میکنه، جون میده به ترتون. و بچه ها این چیز شده لاین آرت قبلی رو رو لایه اسکچ زدیم. این پین رو اونایی که زیاد طراحی میکنن میدونن چیه. و برای اونایی که رو کاغذ میکشن روشش خیلی آسونه، تقریبا همون چیزی که قبلا گفتم، فقط کافیه که عکس بگیرین از طرحی که کشیدین رو کاغذ، بفرستین داخل برنامه فتوشاپ هر چیزی هست، اوپاسیتیشو بیارین پایین تر تا حدی که بشه دیدش، و همینجوری که روشهای دیگه که گفتم هر جور که میخواین لاین آرتش انجام بدین. آره بعد کشیدنش حالا لایه لایه جدا کنی هزار تا میشه، میتونین همه این لایه رو سلیک کنی با هم، یعنی لایه اول کلیک شیفت رو نگه میدارین، آخری کلیک، بعد راست کلیک میتونی بزنین و میزنین ریسترایز لایرز رو بزنین تا همشون یک لایه خالی بشه، بعد کنترل ای رو میزنین تا همشون مرج بشه یه لایه بشه، بعد میتونین بیاین و یواش یواش این گوشه ها رو که هستش تیز بکنین تا یکم بیشتر جون داده بشه بهش. هرچند اگه برای لاین آرت میتونین از برنامه مثل کلیپ استودیو یا که ادوبی ایلاستریتور استفاده بکنین، چون اونا خیلی بهتر میشه لاین آرت ها رو کشید. آره همچین چیزیه. و الان نکته رو گفتم و میریم یه تر با موس بکشیم برای اونایی که باور نمیکنن که میشه با موس کشید یا که بهانه میارن، و ببین چقدر میشه قشنگ و دقیق کشیدش و خودم در موردش حرف میزنم. خب بچه ها، اولین کاری که کردم رفرنس ها رو آماده کردم که همینجوری میتونین ببینینشون، بعد شروع کردم به کشیدن اسکچمون که با همون فلو کم و یکمی از اسموتینگ استفاده کردم، نرم کردن خط، رو آناتومی بیشتر کار کردم که ببینم تا چه حد میشه دقیق‌تر اون دروش اوورد و تمیز باشه، که خیلی انگولش کردم آناتومی رو تا آخر کار، اصلا همونجوری که دقیق تو رفرنس بود نشد و یکمی انگل متفاوت تر اولش متوجه نشده بودم، رو صورت کار کردم که تمیز بشه، چون که خیلی مهمه، بیشتر مردم مستقیم به صورت نگاه میکنه اول کار بعد به بوبزا. اوکی. بعد شروع کردم به کشیدن لباسشون. همینم الان که دارین میبینین اینم اسکچ لباسشه، لاین آرتش نیست که دارم با خط محکم میکشمش، یکمی رو لباسش خیلی کار کردم، هرچند مثل لباس های گنشین نیست که اونا هزار تا دیتیل میدن، من حال نمیکنم رو لباس خیلی دیتیل بدم، هرچند باید تمرین کنم بیشترش، ولی کار را میندازه اینجا و زیبایی در سادگی است. رو دستش هم که یه مشت انگول کردم، حالا نشونتون نمیدم با قدرت ادیت همشو سانسور میکنم تا راحت بشم، و رو چشما رو صورت اینا دیتیل دادم بهشون، که اولش لبخند بود که آخر کار به اخمو تغییر دادم، دختر اخمو، اندازه‌هاشو بازم درست کردم ببینم تو چه اندازه‌ای بهتر دیده میشه خودت در، یعنی از نظر چشمی کمی موومنت بهتری داره، فیزیک بهتری داره، و لاین آرتش رو شروع کردم که همونجوری سبک اول روشی که گفتم، روش اولی که مستقیم میکشیدی با همون روش انجام داره لاین آرتش رو، و یکمی ماستمالی کردم اینجا رو شمشیرش، باید یاد بگیریم ماستمالی رو، خیلی مهمه، خیلی به کارتون میاد. لباسش لاین آرت لباسش رو کشیدم، دیتیل دادم بهش، اینجا هم دو تا لایه هست که بتونم لایه پشتیش رو بدون اینکه لایه جلویش کثیف بشه پاک کنم، میتونین لاین آرت اونجوری پاک بکنین. و اینجا بازم چقدر اینجا شد، گوشه های سفت و یکمی تیز کردم، قبلا هم گفته بودم تو نکتا که بیشتر جون میده به طرفتون، سعی کنین تا جایی میتونین کار انجام بدین. و پس زمینه رو شروع کردم به کشیدن که با فلو کم کشیدمش تا بتونم کنترل بیشتری داشته باشم، نرمتری بتونم بیدم، هرچند بهتره که اگه بخواین بلور نکنین تیز باشه. همچنین کار کردم، بعد یه سری درخت کشیدم که اینجا به درخت اصلا نزدیک نیستن، هرچندی که کاجه، ولی خب بعدش که بلور میکنیم همچی با عقل جور در میاد، نگاه کنین دیدین ساده، اینا ماستمالی یاد بگیرین، فقط شکل کلیش مهمه. شروع کردم به رنگ بیس زدن تمام بخش‌های بدن جدا جدا، میتونین هر جوری می‌خواین رنگ کنین، فقط باید رنگاشون رو اول جدا جدا کنین تا بعدا موقع سایز زدن و شیدینگ زیاد مشکلی نداشته باشین. بعد اینکه جدا جدا کردم رنگ پوست و لباس اینا رو، شروع کردم به سایز زدنش که با رنگ خیلی قوی شروع کردم، و یعنی سل شیدینگ میگن، قبلا هم آموزش در مورد سایز زدن گذاشتم که یادم نره بالا میذارم، ببین ببینینش یه چیزی یاد بگیرین بیام بگیرم. بعدش آره هم بعدش زهرمار چقدر شد بعد فای خلاق.
آره اینجوری شد که رفلکت نورم اضافه کردم بهش، که یعنی نوری که میخوره به چیزی رفلکتش بسیار به جایی که خورده تغییر میکنه. مثلا اینجا رنگ آسمون داره میفته به زیر دستش و رنگ لباس یک سری جا زیر کردن شمی کمی آبی کردم که یک سایه سرد ایجاد بشه. هارمونی رنگا بستگی داره، اونم ویدیوش دارم تو کانال. بعد به یک برایش ساختم و میتونین دانلود کنین برایش رو از زیر. وقتی که یه چیز روی میکشم با چند بار از روش رفتم اسمش طول میگم میشه شکلی چند بار جلو عقب میری روش تا یکمی نرم کنه سایه رو، افکت جالبی میده. که همینجوری میبینین اینجا چشم رو کشتم، زیاد دیتیل ندارم. برای لباساش هم دقیقاً همینجوری که پوست کوچیک کوچیک به پوش شد همینجوری که پوست کشیدم یک سل شیدینگ دادم بهش، بعد شروع کردم به نرم کردن یک سری جایی که خمیده هستش تا یک افکت سبودی ایجاد بکنه. و همچنین آلتی خیلی جا میتونی استفاده کنی و قرار نیست همه جا استفاده کنی، باید یک هارمونی باشه بین سفتی و نرمی. اوکی اینو دقت داشته باشین که همه جا رو با یه براش نرم نرین و پخش کنین برین این دوتر. لباساشو کشیدم، آره اینجا مثل همونجوری پارچه رو کشیدم، یک سری جاهای سفت کشیدم، یک سری جاها رو با همون برشی نشون دادم، نرم کردم و رفلکت نور اضافه کردم، با سابی نور هم میگن. بعد خیلی جون میده همین حالت، روی شمشیرش کار کردم و در کل دیتیل دادم صورت همین چیزها رو کشیدم و اینم از نتیجه نهایی. خب امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما اگه راضی هستین کانال منو سابسکرایب کنین، بعدتون اومد بعدا میتونین آن سابسکرایب بکنین. پس لایک هم یادتون نره که ویدیو رو به بقیه معرفی بکنه و برای دوستان کنین شلمغزن هم ویدیو رو بفرستین تا یه چیز یاد بگیرن. پس دافیز.